شاید باورتون نشه، خدا خیلی از مقدرات ما رو در دنیا و خیلی از ثواب و عقاب‌های ما رو در آخرت بر اساس نگاهمون تنظیم میکنه. در باب اهمیت نگاه همینقدر بس که شما تلقیتون از خدا چگونه باشه در اینکه خدا با شما چگونه رفتار بکنه مؤثره. میفرماید من رفتارم با بندم در گمان بندم قرار داره. تو گمانت به من چجوریه؟ من با تو همون رفتار رو میکنم. مثلا کسی گناه بکنه زودین هم از خدا عذر خواهی کنه خدا میبخشه. میفرماید اصلا تو پروندت نمینویسن جلال خالق. واقعا من نمیخوام تبلیغات کنم، خیلی عجیبه، خیلی این لطف بزرگیه، ولی معمولا کسی نمیتونه از این لطف استفاده کنه. میگه آخه الان همین الان بگم خدا نمیگه فلان فلان شده، تو همین الان این غلطو کردی، روت میشه با من حرف بزنی؟ ببین نگاهش به خدا خوب نیست، نگاهش به خدا خوب نیست، اوصایی نمیکنه. میذاره یه سال بعد میگه خدا ببین من خیلی غلطا کردم، ببخش منو دیگه. فکر میکنه خدا الان یادش رفته، غضبش فروکش کرده دیگه، حالا اون حالت عصبانی رو نداره، میشه باش حرف زد. تو اصلا نگاهت به خدا درست نیست. میدونی میترسم اثر سوء تربیتی داشته باشه این روایت رو بگم. میفرماد موقع گناه فقط همون موقع به من نگاه میکنه که من دارم نگاهش میکنم، از من خجالت بکشه من میبخشمش. یا داوود، به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش. به من نگاه میکنه. شما حسن ظنتون به پروردگار عالم نوع نگاهتون رو به خدا میرسونه. بعضی وقتا این حسن ظن رو نداشته باشید تبدیل میشه به بزرگترین گناه نابخشودنی.